سلام، من شهریار هستم، اینجا پارسی تی وی و برنامه دیگه اومدیم خدمتتون. این بار در مورد روایتی تلخ و شنیدنی از آخرین شبانه روز شاه و ملکه در ایران از زبان ملکه فرحه پهلوی. پس تا پایان این ویدیو همراه ما باشید و این ویدیو رو از دست ندید. قبل از شروع دکمه لایک رو بکوبید و ما رو سابسکرایب بکنید و برای اینکه قبل از همه از ویدیوهای جدید ما هم مطلع بشید زنگوله کنارش رو بزنید. هر بار که صبح 26 دی ماه 57 رو به یاد میارم اندوهی عمیق و بی‌پایان قلبم رو می‌فشارد. آن روز تهران در سکوتی دلهره آور فرو رفته بود. گویی پایتخت ما که از چند ماه پیش در خون و آتش به سر می‌برد ناگهان نفس در سینه حبس کرده بود. این توصیف فرح پهلوی آخرین ملکه ایران از بامداد آخرین روز حضور او به شاه در ایران بود. تصمیم قطعی به خروج از کشور رو 10 روزی بود که شاه گرفته بود و اونطور که فرح پهلوی در کتاب خاطراتش می‌نویسه، پادشاه مایل بود خبر سفر به این گونه اعلام شود که آنها برای چند هفته استراحت به خارج سفر می‌کنند. آیا به این مطلب اعتقاد داشت؟ ناامیدی و استرابی که گاه به گاه در نگاهش مشاهده می‌کردم نشانی از این مطلب نداشت، اما من بدون اون که واقعاً اعتقادی داشته باشم این امید رو در دلم می‌پروراندم. از روزی که بنا به رفتن شده بود، آنطور که فرح پهلوی میگه، او به تنها چیزی که فکر می‌کرد جمع کردن خاطراتی بود که این سو و آن سو مانده بود و در صدر همه اونها تصاویر و آلبوم های خانوادگی. او میگه در بیم و امید و کشمکش بودم. تظاهر کنندگان خشمگین رو به نظر می آوردم که به داخل کاخ ریختن و گنجه ها و کشو هامون رو باز میکنن، اما به هیچ وجه نمیخواستم اونا فکر کنن که ما اموال هامون رو بردیم. از رؤسای موزه خواستم تا برای بردن هدایایی که از سوی پادشاهان و رؤسای دولت ها به ما داده شده و نیز بعضی از اشیای شخصی به کاخ بیان. لباس های ایرانیم رو به قصد جا گذاشتم. دوست داشتم قسمتی از وجودم در کاخ باقی بمونه. همینطور هم شد. لباس هایی که با ایده فرح پهلوی و از سلفیق هنر ایرانی و طراحی مدرن دوخته شده بود، حالا بعد از 40 سال هنوز در کاخ نیاوران مانده و گاه و بیگاه به نمایش گذاشته میشه. جزئیات کاخ، به ویژه کاخ مورد علاقه شهبانو فرح، کاخ نیاوران که در دوران حضورش در ایران ساخته شد، هنوز مورد توجه اوست. به دلیل تمایل به حفظ تاریخ بود که چند روز مونده به خروج خانواده سلطنتی از ایران، از فیلمبرداران رسانه‌های بین‌المللی و خبرنگاران خواسته شد تا از کاخ بازدید کنند و برای ثبت در تاریخ و اونطور که فرح پهلوی میگه برای جلوگیری از بدندیشی‌ها از جای کاخ فیلم بگیرند. خبرنگار خبرگزاری آسوشیتد پرس که از جمله بازدید کنندگان از کاخ بوده، در گزارشش که در روز خروج از شاه پخش شده میگه کاخ سلطنتی دست نخورده است. لباس ها همه در کموت ها ماندند و فقط آنها را پوشاندند. ویترین ها و کموت ها دست نخوردند. کتاب خانه ملکه همچنان مملو از آثار هنریه که او دوست داشته. حس کلی کاخ اینه که خانواده ای که اینجا میزیسته برای سفری کوتاه رفته و باز خواهد گشت. پیش از خروج شاه و ملکه فرزندان اونها ایران رو ترک کرده بودند. فرحناز بزرگترین دختر اونها 1 ماه قبل نزد ولیعت رفت که در آمریکا مشغول تحصیل بود. علیرضا و لیلا هم روز 25 دی 1 روز پیش از خروج پدر و مادرشون با سرپرستی مادر بزرگ فریده دیبا عازم آمریکا شده بودند. آخرین شب حضور شاه و ملکه فرح در ایران را ویلیام سالیوان، آخرین سفیر آمریکا در ایران، چنین توصیف میکنه: در آخرین دیدارم در نیاوران دست شاه را به گرمی فشردم. هم من میدونستم هم خودش میدونست که دیگه باز نخواهد گشت، اما هر دو وانمود کردیم که اوضاع بهتر خواهد شد و او برای سفری کوتاه میرود. همان شب فرح پهلوی تصمیم میگیره تا برای فرزندانش یادگاری از اتاقهاشون برداره. او میگه که به فرحناز تلفن کرده و از او که در هنگام خروج نمیدونست شاید هرگز نتونه به خانش برگرده، میخواد تا اگر یادگاری از اتاق شخصیش میخواد بگه. فرحناز پوستر ستار و تیم ملی فوتبال ایران رو درخواست میکنه. فرح پهلوی هم اینطور میگه که در اون شب شلوغ فرصت نشد تا به کاخ اختصاصی ولیعت که حالا با نام کوشک احمدشاهی در مجموعه کاخ نیاوران شناخته میشه بره و وسایل شخصی رضا و از جمله لباس‌های کودکی و دندان شیری و نواری که از نخستین حرفایش ثبت شده بود رو برداره. یکی از مسئولان کاخ نیاوران بعدا در گفتگویی تایید کرد که همه اینها در جابجایی‌ها و تعمیرات گم شده. در توصیف صبح 26 دی ماه خبرنگاران رسانه‌های بین‌المللی بسیار نوشتند. خبرنگاران وقت BBC در تهران آن روز را آفتابی و سرد توصیف می‌کنند. او در گزارشش از تهران می نویسه کسی نمی دونست که قرار امروز شاه از ایران بره. باد شدیدی برفای نشسته بر کوههای البرز رو با خود به شهر می آورد. رادیو تهران
از صبح مارش‌های متعددی پخش می‌کرد. فضای کلی شهر آروم بود تا پیش از خبر ساعت 14 رادیو تهران که خبر خروج شاه از ایران رو برای اولین بار داد و با او گفتگوی مختصری کرد. همه اطلاعات ما بر اساس حد و گمان بود. شهبانو فرح در توصیف ساعت نخستین صبح میگه من و پادشاه صبحانه رو برخلاف اکثر اوقات جدا از هم صرف کردیم. پادشاه تمام صبح رو در دفتر کارشون در کاخ جهان نما یا همون کاخ صاحب قرانیه بودن. چند قرار ملاقات داشتن و به فکر چیز دیگری و حتی جمع کردن وسایل شخصیشون هم نبودن. در نیاوران کسانی که در کاخ کار میکردن گریه میکردن و اصرار میکردن که ایران رو ترک نکنیم. من مدام به همه دلداری میدادم که اوضاع اینطور نخواهد ماند. من به هر یک از اونها چنان که همیشه رسم بود از جواهرات شخصی یا مقداری پول دادم و روی برخی از اونها رو بوسیدم. سعی کردم تا ناراحتیم رو نشون ندم. سرانجام وقت رفتن شده بود و همه روی پله ها جمع شده بودن. خاطرات چهره های مضطرب برخیشون رو هنوز خاطرم هست. در روز اشغال کاخ نیاوران به دست انقلابیون در 22 بهمن 57 از جمله نقاطی که بیشترین آسیب رو دید کاخ صاحب قرانیه بود. آنطور که خبرنگار وقت بی بی سی در تهران گزارش کرده، انقلابیون کاغذهای زیادی رو از پنجره کاخ به بیرون می‌ریختن و آنطور که تصاویر خبرگزاری آسوشیتد پرس نشون میده، عصر همان روز توده بزرگی از کاغذ و عکس در سرسرای کاخ صاحب قرانیه به آتش کشیده شد. کمیته انقلابی مسئول حفظ کاخ نیاوران شد. اما در تصاویر خبری که خبرگزاری رویترز یک هفته بعد از سقوط نظام شاهنشاهی از تهران مخابره کرد، جمع بزرگی دیده می شود که با اتومبیل‌های شخصی وارد کاخ شده و مبلمان چندین ساختمان مجموعه نیاوران رو به خود می برند. پیش از کاخ نیاوران، کاخ صاحب قرانیه، محل کار شاه و کوشک احمدشاهی، کاخ ولیعهد مورد تعرض قرار گرفت. شاه و ملکه با دو هلیکوپتر جداگانه به فرودگاه مهرآباد رفتند. فرح پهلوی فرودگاه مهرآباد رو خالی از جوش و خروش همیشگی توصیف میکنه. او میگه همسرم نارام ایستاده بود و با چند تن از دوستان و وفاداران خود صحبت میکرد. ناگهان یکی از افسران گارد پادشاهی خود رو به پای او انداخت و استدعا کرد که ایران رو ترک نکنه. پادشاه خم شد و او رو از زمین بلند کرد. در این لحظه تأثر و اندوه او رو که همیشه بر خود تسلط داشت فرا گرفت و اشک در چشمانش پدیدار شد. به خبرنگاران خارجی اجازه حضور در مهرآباد داده نشده بود، اما چندی خبرنگار داخلی از جمله خبرنگاران رادیو تلویزیون ملی ایران در مهرآباد حضور داشتند و پرسش و پاسخ کوتاهی با آخرین شاه و شهبانوی ایران انجام شد. شاه مردم رو به حفظ آرامش و نظم توصیه کرد و ملک فرح در گفتگو با رادیو تهران گفت که تاریخ ایران فراز و نشیب‌های بسیاری به خود دیده و بارها مورد تهاجم و اشغال قرار گرفته، اما همیشه از مشکلات برآمده. جمله‌ای که با گذشت 4 دهه هنوز هم به اون اعتقاد داره. به دلیل اعتصاب کارکنان مخابرات و خرابی خطوط تلفن، گرفتن خبر از مجلس شورای ملی ممکن نبود. امیر اصلان افشار رئیس اداره کل تشریفات دربار با استفاده از بیسیم توانست از مجلس که شاهد جلسه پرتنش رأی اعتماد به کابینه شاپور بختیار بود کسب خبر کنه. شاه نمیخواست پیش از به نتیجه رسیدن این جلسه کشور رو ترک کنه. سرانجام شاپور بختیار هم به فرودگاه اومد و بدرقه محمد رضا شاه و شهبانو فرح به آخرین دقایقش رسید. در تصاویر خبرگزاری فرانسه شاپور بختیار هم پشت سر شاه و در چند قدمی پله‌های فرودگاه گریه می‌کرد. ارتش بود عباس قره‌باغی، آخرین رئیس ستاد بزرگ ارتشداران که خود در میان نظامیان حاضر در فرودگاه پس از سوار شدن شاه و ملکه به هواپیما به داخل هواپیمای شاهی، هواپیمای اختصاصی خانواده سلطنتی رفت. او در گفتگویی با بی بی سی آخرین دیدارش با شاه رو چنین توصیف کرد. او توصیه کرد که راه حل اوضاع مملکت سیاسی است و مواظب باشید مبادا فرماندهان دیوانگی بکنند. در داخل هواپیما بار دیگر برای ایشان آرزوی سلامتی کردم. دستش را فشردم و از هواپیما بیرون اومدم. هواپیما رو خود شاه تا زمان خروج از ایران خلبانی کرد و سفری رو آغاز کرد که شاید خودش آن موقع نمیدونست به کدام سوست. آیا پیش بینی میکرد که قرار است سفرش به آمریکا که بلافاصله بعد از سفر به مصر در نظر گرفته شده بود به درخواست آمریکا لغو بشه؟ آیا تصور میکرد که ارتشی که با اشتیاق و به زحمت در طول سالها ساخته بود روزی به نفع حکومت تازه اعلام بی‌طرفی کنه؟ آیا در دلش میدانست که هرگز به ایران باز نخواهد گشت؟ آخرین شهبانوی ایران میگه با وجود گذشت 14 همچنان امید داره که روزی به کشور برمیگرده. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفا نظرات خودتون راجع به این اتفاق با این همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت همون حمایت بکنید.